بیدارت کردم، ببخشید. نه بابا، اون بچه تو آموزشگاه ذهنمو درگیر کرد. نگران نباش عزیزم، ما درست به موقع عمل کردیم. خودت اذیت نکن. خودمو اذیت نکنم؟ چون تو هستی دیگه، به جای جفتمون اذیت میشی. کاش میتونستم همین ناراحتی رو تو ازت بگیرم. کاش منم میتونستم ناراحتی های تو رو ازت بگیرم. تو زندگی نقطه سیاه هم وجود داره. همه ی اینا رو باید با هم تقسیم کنیم، مگه نه؟ عزیزم، ببین، به خاطر اتفاقات امروز حرفی نزدم، تو رو بخشیدم. ولی دیگه به من دروغ نگو. خودت به هم گفتی؟ گفتی دروغ بزرگ و کوچیک نداره، مگه نه؟ حتی اگه به خاطر خودم باشه. دیگه این کارو نکن، باشه عزیزم؟ دفعه بعد شاید نتونم اینقدر راحت ببخشم. کیه این وقت شب؟ بیگم خانومه؟ عزیزم جواب بده، جواب بده، شاید بخواد حرفی بزنه، شاید خبر مهم میداره. فردا ساعت 10 بیمارستان باشین، زودتر وقت ندارم. چرا به تو پیام داده؟ چرا برای من نفرستاد؟ نکنه چیزی هست، گفت تنها بری؟ برای چی؟ عزیزم لابد فکر کرده تو خوابی برای من فرستاده، چه اهمیتی داره؟ بهش زنگ بزنی؟ این وقتشه. خب خودش هم این وقت شب پیام داده، پس حتما نخوابیده. میتونیم بهش زنگ بزنیم فاروق، شاید بخواد حرفی بزنه. آروم باش، فردا قرار جواب آزمایشات بیاد، باشه؟ بعد دوتایی بریم بیمارستان دیگه، مگه نه؟ حتما میخواست بهم وقت بده. اینو میخواسته بگه؟ ای وای خدایا، فاروق خیلی دلشوره دارم. اون سرای خانمی که نگاهش گرم و مثبت بود کجا رفته؟ ها؟ نفس عمیق بکش. خودتو ناراحت نکن. میخوای برات قصه تعریف کنم؟ آره عزیزم، رمان تعریف کن که تا صبح طول بکشه، چون امکان نداره امشب بتونم بخوابم فرو. خیلی خب، پس با صدای دخترمون میخوابیم.